تنها فاکتور و خیلی مهم می باشه که اصلا تمام درها رو برای شما باز میکنه تمام ارتباط هایی که دارید میتونه که تاثیر بذاره چه در جهت مثبت چه در جهت منفی روی اینکه پرونده شما آیا در نهایت انتخاب میشه یا نمیشه خیلی خیلی مهم اینجا هست که شما دیتیل اورینتد پانکچوال باشید حالا من گفتم 5 تا نکته ولی یه نکه دیگه هم بهتون میگم وقتی که میخواید برای یه استاد اپلای بکنید این 5 تا رو حتما انجام بدید سلام بچه من امیرسین کریمی هستم استادیار دانشگاه واترلو کانادا و توی این قسمت ما میخوایم در مورد اون پنج تا کاری با هم صحبت بکنیم که حتما, حتما 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 سعی کنید موقع اپلای کردن برای پوزیشن دانشگاهی و حتی مصاحبه برای یک کار در صنعت انجام بدید اونایی که فیلم قبلی رو دیدن میدونن که ما در مورد اون پنج تا کاری که نباید انجام بدید موقع ارتباط گیری با یک استاد صحبت کردیم این قسمت میخوایم در مورد پنج تا کاری که خیلی خیلی میتونه موثر باشه در راستای موفق بودن اون ادمیشن و یا پذیرش شما هم صحبت کنیم نکته اول من اینجا رو هم نوشتم رو میکنم پایین هر از گاهی که یادم باشه چی میخواستم بگم نکته اول اینه که شما وقتی با یک استاد ارتباط میگیرید و اون استاد ممکنه جواب ایمیل شما رو بده به شما یه سری مشق یا هومورک کار میده که انجام بدید خیلی خیلی مهم اینجا هست که شما دیتیل اورینتد پانکچوال باشید و بتونید اینستراکشنی که به شما میده رو با دقت بالا دنبال بکنید من خیلی بچه ها هستم برام اپلای میکنن و مثلا بهشون میگم فلان مشق رو انجام بدید فلان مقاله رو مرور کنید فلان مقایسه رو انجام بدین حالا به صورت یک حالا مشق سبک یا سنگین یا هر چیزی و خیلی ها به خاطر دقت نکردن تو انجام دادن اون تکلیفشون خیلی راحت کنار گذاشته میشه پس مهم اینجا هست که شما سر وقت و با دقت بتونید اینستراکشن رو به خوبی دنبال بکنید استاد بهتون گفته مثلا یکی از مقالاتش رو بخونید سامرایز بکنید تا فلان تاریخ بفرستید آقا حتما تا فلان تاریخ بفرست با دقت اون چیزایی که تو اینستراکشن گفته رو انجام بده و اگر گفته سامرایز بکن کریتیک بکن فالو اپ ورک ساجست کن هر چیزی گفته رو انجام بده و در حد توانت حتما در موردشون صحبت بکن این نکته اول نکته دوم که در مورد همه مدل اپلای چه برای صنعت چه برای دانشگاه صدق میکنه اینه که در انتخاب فرد یا افرادی که میخوان برای شما توصیه نامه بنویسن خیلی خیلی دقت بکنید نه تنها توصیه نامه میتونه مؤثر باشه در گرفتن پذیرش شما بلکه توصیه نامه میتونه اون تنها فاکتور خیلی مهمی باشه که اصلا تمام درها رو برای شما باز میکنه حتما دقت کنید که زمانی که از یه نفر میخواد که براتون توصیه نامه بنویسه حتما بگید که آیا براتون امکان پذیر هست برای من یک نامه استرانگ نامه قوی بنویسی یا نه و اینو حتما باشون کانفرم کنید و نکته دوم اگر میدونید که فردی رو میشناسید که اون طرف مقابل شما مثلا اون شرکت یا اون استاد رو میشناسه و میتونه از طریق دیگه هم با اونا ارتباط برقرار کنید و از اون طریق توصیه نامه شما رو ساب بکنه حتما از این استفاده بکنید من خیلی مواردی شنیدم که مثلا یک استادی حتی تلفن رو بر داره زنگ میزنه به همکارش یه استاد دیگه که حالا دانشش رو میخواد بفرسه پیشش و میگه که آقای فلانی خانم فلانی من یه دانشو خیلی قوی دارم شما پوزیشن داری اوپنینگ داری فاند داری که من بفرستم اگر بود که معرفی کنم و رو شما ارتبه. پس این نکته دو بخش داشت نکته اولش این بود که حتما توصیه نامه قوی بفرستید و اگر براتون امکان پذیری که از طریق یک کانکشن از طریق غیر از فقط توصیه نامه شما معرفی بشید حتما اون طریق رو پیگیری کنید نکته سوم یه نکته هست که نه فقط برای زمان مصاحبه بلکه برای زمانی که شما اکسپتم هم میشین توی اون پوزیشن یا اون سر کار خیلی خیلی میتونه شما رو متمایز بکنه از کاندیدای دیگه این نکته هم من اینجوری خلاصش میکنم under promise over deliver یعنی چی یعنی که اگر به شما یک تکلیفی داده میشه یا اگر شما میخواید یک قولی بدین همیشه بهتر اینجاست که شما اون حداقل قولی که ممکنه رو بدین و همیشه فراتر از اون قولی که دادین یا اون انتظاری که از شما هست شما دلیور بکنید یادم وقتی بچه بودیم میگفتن که مثلا ما نمره وقتی میخوایم بدیم A B C D و حالا F یعنی فیل نمره میدیم B اون رده نمره هست که اون فرد اون انتظار رو میت کرده یعنی اون اکسپکتیشن رو کاملا میت کرده A زمانی به فردی داده میشه که اون اکسپکتیشن رو نه تنها میت کرده باشه بلکه فراتر از حد انتظار عمل کرده داشته باشه یه دانشجویی بود برای من اپلای کرد یه مدت پیش و من معمولا از بچه‌ها میخوام که منتخاب من خودشون دو تا از مقالای من تو سال اخیر رو بخونن و حالا سامرایز کنن کریتیک کنن فیوچر ورک ساجست بکنن هر چیزی در حد یکی دو صف یه بنده خدا بود نه تنها اون دوتا رو انجام داد بلکه سه تا انجام داد خیلی هم عالی هنوز که هنوزه این تو ذهن من مونده که یه نفر بوده که خب یه مشقی بهش دادم یه تکلیفی دادم تکلیف سباکی نبوده و با این وجود این فرد رفته به جای دوتا سه تا نوشته و تحویل داد این خیلی خیلی تاثیر مثبتی تو ذهن من داشته و شما اگر این رو کامباین بکنین ترکیب بکنین و اون نکته اول که سر وقت با دقت بالا بتونه کار رو تحویل بده و فراتر از اون بره دیگه خیلی قوقا کرد پس این نکته سوم که under promise over deleted. نکته چهارم اینه که شما از اولین ارتباطی که با حالا اون طرف مقابلتون میگیرین اون استاد یا اون شرکت یا هر چیزی تا لحظه ای که آفر میگیرین و حتی تا بعدش تمام اینتراکشن ها تمام ارتباط هایی که با اون شرکت و یا اون کامیتی یا هر چیزی دارید همه ای اینا توی ایوالیویشن شما توی بازخوردی که اونا از شما دارن و در نهایت تو تصمیمی که برای پرونده شما میگیرن موثر است تمام این ارتباط شما دعوت میشین مثلا فرض کنید یه شرکتی و آنلاین حالا اون کدینگ اینترویو گذروندین اون مقاله رو مرور کردی همه کار کردیم و فرض کنید دعوت میشین که حضوری برید اونجا مثلا یه روز با اون لب باشید و با اون استاد بشین تمام ارتباط که دارید میتونه که تاثیر بذاره چه در جهت مثبت چه در جهت منفی روی این که پرونده شما آیا در نهایت انتخاب میشه یا نمیشه داشتیم مواردی که از دوستان من این داستان رو شنیدم که بند خدا میخواسته بره مثلا شرکت دلویت کار بکنه و شرکت دلویت خیلی معروفه که وقتی میخواد اسوشیت استخدام بکنه اول حالا یکی دو مرحله آنلاین مصاحبه میکنه و بعد مثلا یه شب همه یه کاندیدایی که برای یه کوهورت خاصی رو میخواد بیاره مصاحبه بکنه مثلا شاید 20 نفر باشن همه رو میارن تورنتو و اونجا حالا یه شام خوب بهشون میدن و مثلا فردا میبرنشون برای دور بعدی مصاحبه تو یکی از این شام ها که حالا رفیق ما دعوت شده و مصاحبه و در نهایت کار رو میگیره تو یکی از این شام های دو سه نفر بودن که حالا تو اون رستورانی که بودن یه خورده الکل و مشروب و اینا زیاد مصرف میکنن <تصفيق> <تصفيق> و اصلا این خیلی خیلی ایمپرشن بدی داشته حتی اگر که فرداش کاملا نرمال رفتن تو مصاحبه و شاید خوبم عمل کرده باشن ولی این بیمسئولتی نسبی که اون شب از خودشون نشون دادن باعث شده که در نهایت کار رو نگیرن پس تمام اینتراکشن های شما چه تو مصاحبه چه تو متنی که دارید چه تو توصیه نامه هایی که از جانب شما نوشته میشه چه تو ایمیل هایی که رد و بدل میشه چه اگر استاد مثلا دانشش رو معرفی کنه که رو معرفی کنه که اونم با شما صحبت بکنه حتی اگر صحبت در این حد باشه که شما سوال دارید که اونا بیان جواب بدن همه این ارتباطات میتونه در نظر گرفته باشه برای اینکه تصمیم نهایی رو بگیرن خب پس این نکته چهارم ازش قافل نباشید نکته پنجم بچه ها وقتی که دنبال یه پوزیشن هستید وقتی دنبال یه کار هستین ما تو فیلم قبلی هم در موردش صحبت کردیم که در نهایت به خاطر رقابت زیادی که هست شما ناچارید که فقط یک جا اپلای نکنید منم به هیچ کسی توصیه نمیکنم که همه این تخم توی تو یه سبد بذاره حتما حتما یه چند جا باید اپلای بکنن میخواد 5 جا باشه میخواد 50 جا باشه حواستون باشه که از لحظه ای که شما تصمیم میگیرید که وارد وادی اپلای و گرفتن پوزیشن یا گرفتن کار بشید تا لحظه ای که حالا ایشالا چند تا آفر گرفتین و خیلی خوشحال دارید بین اون آفراتون انتخاب میکنید یک ماراتون طولانی دارید باید به خودتون این قول رو بدین که اگر روز اول من امیر حسین به این نتیجه رسیدم که میخوام وارد این وادی بشم حق ندارم که اون وسط بازی که بودم وسط میدون که بودم به خاطر خستگی زیاد به خاطر کم حوصلگی به خاطر هزاران فاکتوری دیگه که وجود داره ببرم و خودم رو تا پایان بازی نکشونم شما به خودتون باید این تعهد روز اول بدین و اون وسط ها اون وسط میدون جنگ هستید که دارید سعی میکنید پوزیشن رو بگیرید You owe it to yourself خارجی ها یعنی به خودتون به اون امیر حسین و اون فرد خودتون چند ماه پیشی که با عقلش با درایتش نشست گفت من میتونم وارد بشم و همچین کاری رو انجام بدم بده کارید که حتما تا ته تهش برید. حالا یه نکته مرتبط با این اینه که به خاطر اینکه برای چندین جا اپلای میکنید حواستون باشه که از هر تجربه یه چیزی یاد بگیرید برای تجربه بعدی مثلا رفتید اولین مصاحبه و یه سوالی از شما پرسید و شاید درمان این سوال قبلا فکر نکردید یه جواب فعل بداهه دادید که بعد فهمیدین شاید خیلی دقیق نبوده خب اینو بنویسید تمرین کنید جای بعدی که اگر دوباره این سال پیش اومد بتونید تکرار بکنید این خیلی مهمه بچه حواستون باشه که یک ماراتون هست حتما حتما موفق خواهید شد ایشالله که همه تونم هم موفق بشید ولی تو این ماراتون باید گاماس گاماس قدم به قدم و همچنان با درایت و کلی انرژی و شادابی زیاد برید جلو تا ایشالله اون پوزیشن مورد علاقتون و اون پوزیشن سلاحتون هست رو بگیرید حالا من گفتم پنج نکته ولی یه نکته دیگه هم بهتون میگم برای اونایی که تا اینجا فیلم دیدن اونم این که حواستون باشه خیلی وقتا مصاحبه کردن یک طرفه نیست شما حتی برای زمانی که میخواید برای پوزیشن دانشگاهی با یک استاد اپلای بکنید نه تنها اون استاد داره شما رو مصاحبه میکنه ببینه فیت خوبی برای مثلا مسیر ریسرچش و لبش و اینا هستید یا ای نه شما هم دارید اون طرف رو مصاحبه میکنید خیلی وقتا حتی توصیه میشه به دانشجوها که نرید فقط با اون استاد صحبت بکنید و اگر بتون آفر داد سری قبول بکنید برید ازش بپرسید شما آیا دانشجوی الان تو لب دارید آیا دانشجوی قبلا دارید که من یه سری سوالا ازش بپرسم و این کاملا حق شما هست که برید با نسل قبلی دانشوهای اون استاد و یا نسل قبلی کارمندای یه شرکت صحبت بکنید تا بهتر بتونید شرایط اونجا رو حالا با یه دید دیگه ای و یه زبون دیگه ای و افرادی که شاید ملاحظه خاصی نداشته باشن بتونید بشنوید و بررسی بکنید پس مصاحبه همیشه تقریبا همیشه یک یک این خیابون دو طرفه است یک تووی استریت هست شما باید تو این مسیر هم اونا شما رو مسابقه کن هم شما اونها رو مسابقه کنید و البته طبیعتاً باید انعطاف پذیر باشید و فلکسیبل باشید که بتونید با هم به یک نقطه مشترکی برسید که ایشالله اون آفر در نهایت به شما داده بشه اگر از این 5 شش نقطه چیزی یاد گرفتین بی زحمت دکمه لایک رو بزنید یا برای دوستاتون که میخوان وارد این میدون جنگ ماراتونی هایر شدن استخدام شدن پوزیشن گرفتن بشن بفرستید حتما اگر سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب بزنید اگر نکته ای را جا انداختم حتما تو بنویسید تا فیلم بعدی خدا